دوستان عزیز سلام، در مورد آیه میخوام باهاتون صحبت کنم در این جلسه که این آیه دال بر این هست که خداوند انسانها رو گمراه میکنه، یزل من یشا. اما آیا واقعا خداوند انسان رو گمراه میکنه؟ آیا در شأن خداوند هست که انسان رو گمراه بکنه؟ هرچند لازمه که ما اول چیزی در مورد هدایت بدونیم، بعد بدونیم هدایت چی هست و گمراهی چی هست و تقابل این دو چی هست و چگونه میشه اینها رو تبیین کرد. سوال اول، آیا خداوند انسان رو گمراه میکنه؟ خب طبیعتاً به ذهن دور از ذهنه که خداوند بیاد کسی رو گمراه بکنه. اما سوال اینه، اگر خداوند گمراه نمیکنه چرا گفته یضل من یشاء؟ خداوند هر کس رو که مشیتش بر اون قرار بگیره گمراه میکنه. و این سوالیه که ذهن خیلی از شما را حتما درگیر کرده. دوستان ببینید، خداوند هیچ کس رو گمراه نمیکنه. خداوند طبق آیه دوم سوره فاطر که مشعر بر این هست که خداوند کسی رو گمراه نمیکنه، بلکه خداوند که انسانها رو هدایت میکنه برخی انسانها رو هدایت نمیکنه و از این به عنوان گمراه کردن خداوند تعبیر میشه، وگرنه خداوند هیچ کس رو گمراه نمیکنه. چون اگر گمراهی تشریعی باشه معنیش این هست که خداوند راه اشتباهی رو کسی نشون بده و از این طریق گمراهش بکنه و این شأن خداوند عجل از این هست که خداوند از طریق تشریع قوانین، از طریق نمودن راه اشتباهی رو نشونه بندهی بده و اون رو گمراه بکنه. پس این آیات باید دقیقا تبیین بشه، دقیقا مشخص بشه که منظور از این آیات چی هست. پس در مرحله اول ما به این رسیدیم که خداوند کسی رو گمراه نمیکنه، بلکه خداوند فقط هدایت نمیکنه. یک. اما چرا هدایت نمیکنه؟ خب خداوند که عادله، خداوند هیچ تبعیضی بین بندگانش قائل نیست. پس چرا برخی رو هدایت میکنه؟ یهدی من یشا. برخی رو هدایت نمیکنه، یضل من یشا. پاسخ این هم باز در قرآن مشخص است. ما اگر بتونیم بر قرآن تا در حد توان خودمون مسلط بشیم تمام این مشکلات راه حل داره. این که خداوند چرا برخی رو هدایت نمی کنه که از اون تعبیر به گمراهی میشه، علتش این هست که خداوند هم در مرحله اول همه رو به یکسان هدایت میکنه، نه همه رو، همه چیز رو. قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. خداوند همه اشیا رو، نه فقط انسان ها رو، نه فقط حیوان ها رو، نه فقط گیاهان رو، حتی اشیا و جمادات رو هدایت میکنه. این هدایت فراگیر و عامه و هیچ چیزی از دایره این هدایت مستثنا نیست. این هدایت تکوینی هست که تمام هستی رو در بر میگیره. ما یک نوع هدایت داریم به نام هدایت تشریعی که این هدایت تشریعی خاص انسان هست. خداوند در این طریق راه رو نشونه بنده ها میده، راه رو نشونه انسان میده و این هدایت باز عام و فراگیر هست. هیچ چیزی، هیچ کسی از دایره شمول این نوع هدایت خارج نیست. پس ما دو هدایت داریم، هدایت تکوینی که عام و فراگیر هست و هدایت تشریعی که اون هم عام و فراگیر هست. در هدایت نوع اول هیچ چیزی از دایره شمول این هدایت خارج نیست. در هدایت نوع دوم یا هدایت تشریعی هیچ کسی از دایره شمول این هدایت خارج نیست. خب این دوتا، پس زلالت جاش کجاست؟ در هدایت تشریعی که عام و فراگیر هست، این هدایت برای همه است، انسان‌ها دو دسته میشن. کسانی که این هدایت رو دریافت میکنن، مسیر که خداوند نشون داده این مسیر رو طی میکنن، و کسانی که این هدایت رو دریافت میکنن اما راهی رو که نمودن طی نمیکنن، در واقع پشت به هدایت میکنن. اینجاست که خداوند
درست تبیین میکنه که چرا عده هدایت نشدند. فلما زاغو ازاغ الله قلوبهم، یعنی چون که پشت کردن خدا هم به اینها پشت کرد. پس هدایت نوع اول گفتیم هدایت تکوینی هست، عام و فراگیر، کل هستی رو در بر میگیره. هدایت نوع دوم هدایت تشریعی هست، عام و فراگیر، کل انسانها رو در بر میگیره. حالا بعد از این یک نوع هدایت دیگه داریم که کسانی که این هدایت رو دیدن و شنیدند، قالوا ربنا اننا سمعنا منادیا ينادي للايمان ان آمنا ان آمنوا فآمنا. کسانی که ندای هدایت رو شنیدن، ندای ایمان رو شنیدن و ایمان آوردند، اینها کسانی هستند که در مرحله بعدی یا در مرحله بقا به اینها هدایت پاداشی داده میشه. اما کسانی که رو برگرداندند در مرحله بعد، اینها هدایت نمیشن، نه به این معنی که خدا اینها رو گمراه میکنه، اینها دیگه هدایت نمیشن، باز نه به این معنی که خدا اینها رو هدایت نمیکنه، خدا همه رو هدایت میکنه. اینها چون که پشت به نور خورشید کردن، طبیعتا از نور خورشید نمیتونن استفاده بکنن. پس این که عده گمراه میشن نتیجه رویکرد خودشون هست، نه خداوند. هدایت نوع سوم هدایت در مرحله بقاست، اما دقت بکنید هدایت تشریعی نیست، چون که اگر هدایت تشریعی باشه منظور اینه که خداوند راه رو اشتباه نشون میده به کسی، نه، این هدایت تکوینی هست. هدایت نوع سوم یا هدایت در بقا یا زلالت در بقا این هست که به عنوان پاداش یا جریمه تی کردن راه یا پشت کردن به راه و اعوجاج معوج کردن راه شخص یا هدایت پاداشی نصیبش میشه و یا به خسران پشت کردن به راه از هدایت بی نصیب میشه. پس این هست رمز یوزل و منیشا. حالا دوستان ممکنه بپرسن خب آیه صراحت داری که خداوند گمراه میکنه، علتش این هست که تمام این آیات که یزل من یشا، یهدی من یشا، یعذب من یشا و امثالهم، همه میخوان یک چیز رو بگن، اونم این هست که مؤثر در جهان فقط ذات باری تعالی است و بس. و السلام علیکم و رحمت.